داده های عظیم یا بیگ دیتا به مجموعه داده هایی در حال رشد از محدوده 10 ترابایت به بالا گفته میشه که مدیریت، کنترل و پردازش آنها در یک زمان مورد انتظاره. در کشور ما با رواج بانکداری الکترونیک و گسترش کارت سوخت توجه به این بخش آغاز شد. اما در آینده ای نزدیک و قبل از استقرار کامل دولت الکترونیک در بخشهایی چون بهداشت شبکه های آرشیو تجارت ارتباطات و غیره باید به این بخش توجه بیشتری بشه کشور ما هم قاعدتا به عنوان بخشی که در دنیا این موضوع رو دنبال می کند قاعدتا باید هم در حوزه توسعه صنعت و فناوریش هم در حوزه آموزش و پژوهش در مباحث استاندارد سازیش و در مباحث زیرساخت های پردازشی ماجرا قاعدتا ورود جدی رو داشته باشه داده های عظیم از سال 2013 در میان ده روند برتر فناوری دنیا قرار گرفت و حجم بازار آن در همان سال با رشدی 58 درصدی نسبت به 2012 به 18.6 و میلیارد دلار رسید. اگر بخواهیم در سالهای آینده نیازمند واردات این فناوری نباشیم، چاره ای جز سرمایه گذاری و تحقیق در این بخش و استفاده از توان دانشگاه ها نداریم. توان تخصصی کشور بسیار بالاست در این بخش بهترین نیروهای ما در کنکور میبینید که وارد های مثل الکترونیک و مخابرات و کامپیوتر اینها میشن و خروجی های خوبی هم داریم و میتونیم فاصله رو خیلی سریع به نظر من طی بکنیم و از مزیت‌های های این بخش استفاده کنیم پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در حال حاضر با تعریف چند پروژه تحقیقاتی با نگاه کاربردی فناوری‌های مرتبط با حوزه پردازش، جمعآوری و تحلیل داده‌ها را رصد می‌کند. اما آنچه در همایش داده های عظیم بر اون تاکید شد لزوم همکاری دانشگاه ها،, شرکت ها، و بخش حاکمیتی کشور به این بازار بزرگ و در حال رشد بود. مهدی صادقی خبر جامع جمع